درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان گرامی که شنونده و بیننده برنامه هستند. شاهین نژادم، سومین برنامه از برنامه های رنسانس ایرانی رو در خدمتون هستم. در برنامه نخست صحبت کردم درباره عناصری که یک رنسانس ایرانی، یک نوزایی ایرانی رو شکل میدن و هفت عنصر مهم پرداختم. عناصر اساسی رنسانس ایرانی: یک، خردگرایی، دو، دادگری، سه، آبادگری، چهار، رواداری، پنج، آزادگی، شش، شادزیستی و هفت، دهشمندی، که ستای نخست یعنی خردگرایی، دادگری و آبادگری مهمترین اینها هستند. در نشست دوم یکی از این هفته یعنی خردگرایی رو بهش پرداختم و از دوستانی که اون برنامه رو ندیدن خواهش میکنم که اون دو برنامه رو در یوتیوب ببینن و اینک برنامه سوم پرداخت به دومین ویژگی از هفت ویژگی رنسانس ایرانی است، یعنی دادگری. داد به صورت داتا واژه‌ای است که در فارسی باستان داشتیم و به همین صورت در پهلوی هم آمده. امروز در فارسی ت تبدیل به دال شده و به صورت داد بیان میشه. معنایی که امروز هم میهن من و شما از واژه داد دریافت میکنه معنایی است که برابر با جاستس انگلیسی یا عدالت عربی است، که معنای نادرستی نیست، ولی همه معنای داد این نیست. داد معنای عدالت میده و البته معنای عدل هم میده، هم عدل رو در بر میگیره هم عدالت. تفاوت اینها چیست؟ عدل به معنای گذاردن هر چیزی در جای خودشه، گذاشتن هر کسی در جایگاه خودش، و عدالت یعنی حق هر چیز و هر کسی را ادا کردن. مجموعه اینها واژه داد فارسی است. پس وقتی میگیم کسی دادگره، یعنی هم هر کسی رو در جایگاه درست خودش میگذاره، هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده و هم حق هر کس و هر چیز رو ادا میکنه. ما صحبت از دادگری که میکنیم داریم به این ویژگی اشاره میکنیم. اگر شما هر چیز یا هر انسانی رو در جایگاه درست خودش بگذاری و حق هر کسی رو ادا بکنی، نه بیشتر و نه کمتر، این خودش چیزیست که بهش نظم و ترتیب گفته میشه، بهش قانون گفته میشه و اون هم یکی دیگه از معانی داده. بنابراین داد خیلی معنای گسترده تری داره تا صرفا واژه عدالت. ما برای اینکه بدونیم چقدر فرزانگانمون، چقدر سرآمدان جامعه ایرانی به مفهوم داد اهمیت میدادن و چقدر بهش پایبند بودن، چندین نمونه رو من یاد میکنم ازش، از کوشش ها و کندوکاو های اندیشه ای که در نزد ایرانیان بوده برای متمایز کردن داد از بیداد. ما داستانی داریم نقل میشه از دوران کودکی کوروش، که کوروش در نزدیک در دروازه ورودی کاخ ایستاده بوده، کودک بوده در کنار چند تا سرباز و خب طبیعتاً کسی که مادرش دختر پادشاه ماد بوده و پدرش هم از بزرگان پارس بوده موقعیت ویژه‌ای داشته. او به مردم کوچو خیابان و مردمی که در بازار در حال آمد و شد بودن نگاه میکرده و دو نفر توجهش رو جلب میکنن. یک فرد بسیار درشت اندامه، قد بلندی داره، هیکل درشتی داره و لباسی که تنشه یک ردا و عبا و لباس بسیار تنگی است که به تنش فشرده آمده و انگار داره در این تنش داره در این لباس میترکه و مشغول گفتگو با کسی است که جسه نحیف و لاغر و ریزندام کوچکه و اون ردایی که داره، لباسی که تنشه، این رخت بسیار گشاد و بلند و آویزان است. کوروش به سرباز میگه برو اون دو نفر رو بگو بیان. سرباز میره و اون دو تن رو میخواد که بیان پیش کوروش.
کوروش تو همون عوالم کودکی خودش به چیز اندیشیده بوده. به اینا میگه که بروید این کنار و لباساتون رو با هم عوض کنید. اینها هم فرمان رو گوش میکنن، میرن رختاشون رو با هم عوض میکنن و وقتی میان رخت گشاد و بلند از سوی آدم کوچکتر به آدم درش اندامتر داده شده بوده و رخت تنگ و کوچیک از سوی آدم درش هیکل به آدم ریزندام، هر دو در جامعه و رخت تازهشون بسیار ظاهر پسندیده پیدا میکنن، خیلی هم تو تنشون راحته و منظره بهتریه. کوروش میگه که خب الان شما هر دوتون آسوده ترید، خیلی براتون بهتره، بروید. کوروش میاد و با مادرش این مطلب رو در میون میگذاره. از مادرش میپرسه من این کارو کردم مادر، آیا به نظر شما کاری که من کردم داد بود یا بیداد؟ خودم گمان میکنم چون زندگی دو نفر رو آسوده تر کردم، هم ظاهر پسندیده تر و زیباتری پیدا کردن، هم تو اون جامعه و رختی که داشتن در رنج و سختی نبودن، من فکر کنم کارم دادگری بوده. ولی از سوی دیگه شاید کار من بیداد بوده، چون من آزادی دو نفر برای گزینش اون رخت و لباس رو مختل کردم. حالا بد بوده، تنگ بوده، هرچی بوده، اینا اون لباس پوشیده بودن، من این حق مالکیت رو از اونا گرفتم و به کسی دیگه دادم. پس از این نظر کار من بیداده. حالا من از شما میپرسم، من داد انجام دادم یا بیداد؟ دیگه ما خبر نداریم که مادر کوروش چه پاسخی بهش میده. فارغ از این که چقدر این داستان مستند باشه یا نباشه، اهمیتش در اینه که نشون میده که بزرگان ایران زمین، چه کوروش که خودش در این داستانه، یا کسانی که اصلا این داستان رو ساختن بعدن، اهمیت میدن به مقوله داد و دادگری و بیداد و چقدر این کوشش های ذهنی رو در میان ایرانیان برانگیخته که بتوانن تو جاهای ظریف داد و بیداد رو اصلا تشخیص بدن، چون جایی که آشکاره که مشکلی نداره. شما میدونه وقتی کسی داره میاد از سهمش بیشتر میخواد بیدادگره، کسی میاد حق کسی رو پایمال میکنه بیدادگره. اینجور جاها چندان نیاز به هوش و درایت بالایی نیست، ولی هنگامی که نکات ظریف پیش میاد، مثل نمونه که خدمتون گفتم، بعد اون هنگام جای بحثه که آیا این کاری که انجام شده داده یا بیداده. ما در شاهنامه که بسیار بسیار درخشان به اندیشه و منش ایرانی میپردازه و در حقیقت آینه است تمام قد برای شناخت و دریافت عنصر ایرانی، همه آمال و آرزوهاش، دغدغه‌هاش، نگرانی‌هاش، ارزش‌های اخلاقیش، در مورد داد بسیار بسیار مطلب داریم. صدها بار واژه داد، بیداد، دادگر، دادگری و بیدادگر در شاهنامه اومده. یه داستانی ما داریم، داستان کاوه آهنگر و ضحاک، که در اونجا گفته میشه وقتی که پسر آخرین پسر کاوه رو دستگیر میکنن که ببرن که سرش رو، مغزش رو به خورد مارهای ضحاک ماردوش بدن، در اونجا کاوه از مغازه آهنگریش راه میفته و میره و سر و صدا را میندازه و فریاد میزنه و از بیداد ضحاک میگه. بهش اجازه ورود میدن، میاد در جایگاهی که ضحاک نشسته بوده و میگه 17 پسر من رو گرفتید و کشتید و این آخرین فرزندی که من دارم و اون رو هم دارین از من میگیرید و توی بیدادگری. ضحاک وقتی جریان رو میشنوه به کاوه میگه من این پسر 18 رو میبخشم و میگم آزادش کنن و بره و نمیکشنش، منتها تو این برگه رو اینجا انگوش بزن یا مهر بزن، امضا کن، به اصطلاح دستینه کن که من سلطان دادگری هستم. اگر تو تایید بکنی که من سلطان دادگری هستم، جان بچه 18 تو نجات دادی. و کاوه نمیپذیره و اون کاغذ رو پاره میکنه و طغیان میکنه. نکته مهم در این اهریمنی ترین کسی که در ایران حکومت کرده، ضحاک، که اصلا نماد میشه در پستی و
در رذالت و در فرومایگی و اصلا به نوعی خودش نمود اهریمنه در جهان هستی، او هم نیاز به تایید دیگران داره که دادگره. یعنی مسئله داد اینقدر در نزد ایرانیان اهمیت داره که کسی که آب از سرش گذشته و بدنامه و همه میدونن که چه چهره دیوسیرتی داره، یعنی ضحاک، او هم نیاز به تایید مردم داره که دادگره. به عبارت دیگر حقانیت حکومت یا مشروعیت حکومت از دادگری میاد، و چون ضحاک میخواد یک تاییدی بگیره بر حکومت بیدادگرش، از این آهنگر از کاوه میخواد که این رو بپذیره و کاوه زیر بار نمیره. این اوج نشان اهمیت داد و دادگری است که حتی جانوری مانند ضحاک هم بهش نیازمنده. من میکوشم از متنها هم جدا از حکایت هایی که گفتم با شما مطالبی در میون بذارم تا یه مقداری وضعیت داد بیشتر مشخص بشه. ما پسر کوروش کمبوجیه رو داریم که بهش گزارش میدن که یک دادور، یک قاضی در فلان شهر رشوه میگیره از آدمهای توانگر و حکم و علیه آدم توحیدست میده و بساط بیدادی رو انداخته. کمبوجیه دستور پیگیری میده، کاراگاهان پیگیری میکنن و بهش گزارش میدن که حقیقت داره و این قاضی، این دادور فاسده و با گرفتن رشوه حق و ناحق میکنه. کمبوجیه دستور میده که این قاضی رو بگیرن بکشند. قاضی رو میگیرن میکشند و دستور میده پوست او رو بکنند و بگذارن زیر سنگ یا موزاییکی که قاضی بعدی یا دادبر بعدی هنگامی که میشسته تا قضاوت بکنه بر اون صندلی که میشسته پاهاشو باید میذاشته روی اون سنگ. از اونجایی که کار دادبری قضاوت در ایران باستان عموماً کار ارثی بوده، یعنی معمولاً پسر یک قاضی هم قاضی میشده، فرزند این آدم وقتی به جایگاه دادبری میرسه و در روی صندلی میشینه، زیر پاش سنگی است که زیر اون سنگ پوست کنده شده یه پدر فاسد و رشوه خارشه. تا هر هنگامی خواست حکمی بده بر پای بیداد، هر وقت خواست حق ناحق کنه، هر زمانی خواست پولی بگیره و چشمشو بر روی حقیقت ببنده، یادش بیاد که چه بلایی سر پدرش اومده، تنش بلرزه و از دادن حکم بیداد پیشگیری کنه. این روشی است که 2500 سال پیش بزرگان ایران زمین برای برخورد با فساد و رشوه و بیداد و از میان بردن حق ناتوانان و تنگ دستان به کار بستن. ممکنه مقدار خشونت توش باشه، ولی فراموش نکنیم ما باید با اینک 2400 سال پیش رخدادها رو ببینیم و با اینک 2400 سال پیش یقینا این کار پسندیده و توجیه شده است، برای اینکه جاهایی که دوردستن، شهرهایی که به پایتخت نزدیک نیستن و شاه از اونجا گزارش های کاملی نداشت، اگر قدرت میافتاد دست یک دادور یا همون قاضی نابکار، فشار و بدبختیش متوجه مردم بود. بنابراین یه جا باید جلو این قضیه رو میگرفتن که گرفتن. جالبه، ما یک متنی داریم به نام نامه تنسر. تنسر رایزن بزرگ، شخصیت برجسته اردشیر بابکانه. اردشیر بابکان بنیادگذار ایران ساسانی است. تنسر هم نظریه پرداز هم رایزنه، به نوعی وزیر اردشیر بابکانه. پادشاه محلی تبرستان نامه می‌نویسه به تنسر، چون دوستی دیرینه با هم داشتن، و از اون می‌پرسه که اردشیر بابکان با این حکومت جدید، یعنی ساسانیان که اشکانیان رو سرنگون کرده، به دنبال چیست؟ داره چه کار میکنه؟ و در این نامه تنسر پاسخهای مفصلی به پرسش های فرمان روای تبرستان یا همون مازندران کنونی داده شده. اما نکته که میخواستم در رابطه با جستار خودمون بهش بپردازم این است که تنسر میگوید اردشیر بابکان با هر نوع بیداد مخالفه. از این رو فرق نمیکنه که این بیداد از سنت بیاد یا از نوآیینی یا به اصطلاح عصر مدرن.
نو و کهنه بودنش مهم نیست، مهم این است آنچه که بیداده است باید به دور ریخته بشه. من از روی متن میخونم خدمتتون، از نامه تنسر به گشتاسب به کوشش مشتبه مینوی. میگوید تنسر مینویسد: اگر از ظلم پیشینیان شاهنشاه اردشیر چیزی ناقض می کند که صلاح این عهد و زمان نیست، گویند که این رسم قدیم و قاعده اولینان است. ظلم در هر عهدی که کردند و کنند سنت نامحمودی است، اگر اولین است و اگر آخرین. ظلم بیداد فرق نمی کنه که حالا رسم کهنه، رسم تازه است، مدرن، سنتی است، باید برکنار بشه. و در پی همین قضیه هم هست که میبینیم اردشیر بابکان قانون قصاص رو در ایران نقض میکنه و میگه دیگه قصاص انجام نشه. همین شخصیت یعنی تنصب پاسخ خیلی جالبی به ایرادی که گشتاسب به طبرستانی گرفته میده، او پاسخش اینه. گشتاسب میگه چرا این سنت ما یعنی قصاص رو برداشتید؟ خب یکی دستی یکی رو فلج کرده دستش باید فلج بشه، یکی پای یکی رو قطع کرده باید پاش قطع بشه. این رسمی بوده که ما داشتیم و به نظر میاد معقوله، شما چرا اینو این به اصطلاح قانون قصاص رو کنار انداختید؟ و تنصر بهش میگه که هنگامی که کسی به کسی آسیب میزنه و اون از کار خارج میشه، توان کار کردن نداره و ممکنه تا گوشه خیابون بیفته و نتونه زندگیشو تامین کنه، ما وقتی میایم با اون نفری که آسیب زده همون کاریو میکنیم و اون رو هم آسیب دیده میکنیم، نه تنها کار خوبی در حق نفر نخست نکردیم، بلکه دو نفر الان داریم: کسانی که توانایی کار ندارن، کسانی که علیل شدن و پشتوانه مالی ندارن و امکان گردوندن زندگی خودشون ندارن. حالا چه فلج باشه، چه نابینا باشه، چه دستش بریده بشه، چه پاش فلج بشه. و میگه به جای این کار ما میایم اون کسی رو که آسیب زده وادارش میکنیم که هزینه های زندگی آدم آسیب دیده رو بده. اینجوری یک آدم آسیب دیده زمین نمیمونه، بلکه چون مقصر نبوده اون شخص دیگه موظفه که هزینه های زندگیشو بده، یه مقداری از درد و رنجش کمتر میشه. و دوم به جای یه آسیب دیده ما دیگه دوتا آسیب دیده ایجاد نمیکنیم، لااقل یه نفر تو نیروی کار نگه میداریم. این هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتن. این یعنی این که حق رو به گونه ادا کردن که باعث آسایش و آرامش و زندگی بهتر افراد بشه، نه اینکه به کینخواهی بیفتیم و چون این پایون رو قطع کرده اونم پایین رو قطع کنه، بعد هر دو بشینن بغل خیابان، بغل کوچه به مثلا گدایی، آنچنان که 1700 سال پیش ممکن بوده باشه. این نگاه هم خردمندانه هست، نگاه اردشیر بابکان و تنصر، و هم دادگرانه هست. اینها نمونه هایی است که من خدمتون گفتم از آن چیزی که ما به نام داد در فرهنگ ایران شهری میشناسیم، که گفتم از ویژگی های رنسانس ایرانی است. از این مسائل زیاده، من میخواستم که یکی هم اشاره کنم که اشاره کنم به صحبت خواجه نظام الملک که در سیاستنامه میگه و مطلب بسیار درخشانی است. خواجه نظام الملک در سیاستنامه اشاره میکنه که ما بسیار وامدار بزرگان ایران شهر هستیم، به طور مشخص دوره ساسانیان، به خاطر رسمی که از داد و دادگری بر جای گذاشتن. و این رسم هرچند امروز، یعنی در دوره که خواجه نظام الملک داره زندگی میکنه، بسیار کم رنگ شده و هنوز ارزشی است که همه ایرانیان به دنبالش هستن و آرزوشو دارن. و در این زمینه نمونه های خیلی خوبی رو خود خواجه نظام الملک مطرح میکنه. من اشاره میکنم به بخشی از سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی، بذارید از روی متن بخونم. صحبت این است که انوشیروان بزرگان را گفت: پیوسته شما را هم میگویم که با رعیت نیکو رفتار نمایید و به جز مال حق نستانید
من حرمت شما نگه می‌دارم و شما نگه نمی‌دارید و شما سخن من در گوش نمی‌گیرید و از خدای نمی‌ترسید و از خلق شرم نمی‌دارید و من از پادافره یزدان همی ترسم. مشخصه سفارش شاه به بزرگان، به توانگران، به زمینداران بزرگ این بوده که با رعیت به داد رفتار کنید. حالا داد کسی که فرمان رواست، کسی که شاهه، کسی که دولته، کسی که حکومته، به صورت ایجاد عدالت و ایجاد عدل انجام میده. یعنی چی؟ یعنی که در کشوری که فلان کارگر میدان تروبار میشود وزیر دفاع مثل میهن من و شما، یا فلان روزخون سنتی میشود وزیر کشور، یا فلان کسی که مثلا راننده وانت بوده ولی چون به خمینی نزدیک بوده میشود رئیس یکی از بزرگترین بنیادهای مالی اون کشور، تمام بیداد در بیداده چون سر جای خودشون نیستن. حتی من مثال دیگه بذارم، اگه شما یادم خوب و متخصص سراغ دارید که مثلا متخصص گوش و حلق و بینی نیست، خیلی هم مرد خوب و شریفی است، ایشون اگه بشه وزیر خارجه سر جای خودش نیست، اون هم بیداده. اگه سلشکر بسیار توانمند که 20 تا دوره نظامی دیده و آدم خیلی صاحب نظری است و آدم خیلی درستکاری هم هست و شما بذارید مثلا وزیر صنایع، اونجا هم بیداده. مسئله این نیست فقط یه آدم بی سر و پا رو به کار بزرگ بذاری، حتی اگر آدم به درد بخور رو به جایی بذاری که کار اون نیست، این هم بیداده. و از سوی دیگه رنسانس ایرانی چون در بطن جامعه باید انجام بشه، فقط مسئله حکومت ها نیست، مسئله اشخاصه. ما تو زندگی خودمون چقدر داد رو رعایت میکنیم، چقدر هر چیزی رو سر جای خودش میذاریم، چقدر در انجام کارها میانه روی و اعتدال رو داریم، چقدر میکوشیم که حق دیگران رو بدیم، اگه کارگری برای ما کار کرد انصاف داشته باشیم، اگر کسی از ما چیزی خرید و اون کالای خریدار شده مشکل داره منصف باشیم و با اون طرف در میون بذاریم و مشکلات اون کالا رو بگیم. این دادگری، این فضا جامعه رو تلطیف میکنه، جامعه رو منصف میکنه، جامعه رو میبره به سویی که اعتماد سازی میشه، افراد با هم احساس نزدیکی بیشتری میکنن و ملتی که با هم احساس نزدیکی بیشتری کنن میتونن فرایند توسعه و آبادگری رو خیلی خیلی سریع طی کنن، کشور رو صنعتی کنن، به رفاه اقتصادی برسن و یک میهن سرفراز و آباد و آزاد و شامل باشن، شاهد باشن. میکوشم تو برنامه آینده به ویژگی دیگری از عناصر رنسانس ایرانی یعنی آبادگری بپردازم. خیلی سپاسگزارم از توجه همگی شما. بدرود. پاینده ایران.